نکته این هست که ما متاسفانه ایرانی کشی رو پذیرفتیم. ایرانی کشی ارزان شده و پایمال شدن حقوق ایرانی ها هم همین اتفاق افتاده. زمانی که مرحوم حاج قاسم سلیمانی شهید شد، بسیاری از ایرانی ها، حتی کسانی که با نظام جمهوری اسلامی انتقاداتی داشتن، به درستی واکنش نشون دادن از اینکه حتی ما هر اختلافی داشته باشیم نباید بپذیریم که یک بیگانه بیاد و یک ارشد که امیر ارشد ما رو بکشه، به شهادت برسونه یا هر چیزی. انقدر ما تو این ماجرا تعلل کردیم که همین مدتی قبل نفر دوم نیروی قدس وقتی که عرشبت که به شهادت رسید، این در واقع شاید نفر اول نیروی قدس بخوام بگیم، معاون اطلاعات، زدیمش زیر فرش و یک جوری تو اخبار گم و گورش کردیم. ببینید، من این رو میخوام بگم و میدونم که دوستان سپاهی از من میرم، عزیزان سرداران ما آقای جعفریان پیر شدند، میترسند. اینا دیگه اون جوانهای قدیم نیستند. اینا دل جواب دادن نه به شهادت همرزمان خودشون رو دارن، نه دل جواب دادن به طالب رو دارن، نه هیچی. و این پیام به درستی منتقل شده. وقتی که شما به شهادت عمرای خودتون واکنش نشون نمیدی، این پیام به کل منطقه داده میشه که حتما ایران به شهادت مرزبان خودش، به اسارتش، به تحقیرش واکنش نشون نخواهد داد. و عرض کردم این نیستش بگیم یک جبهه جدیدی باز شده. شاید این مسئله رو باید بزرگتر از این حادی و یک نسلی از عزیزان باید جاشون رو بدن به دوستان جگردار. اینها دیگه جگر نپذیرفتن تحقیر رو ندارند و هر اتفاقی که میفته برای اینکه خودشون رو توجیه بکنن، اگر آب بسته میشه، اگه مرزبان شهید میشه، اگر که به زبان فارسی تکلم نمیشه، اگر که دختران تحقیر میشن، اگر که دبه زرد بر ما نشان میدهند، دوستان سر شدن نسبت به تحقیر شدن، واکنش نشون نمیدن. مثل آدمی هست که گوشش سنگین شده دیگه، اون غیرتی نداره که مثل یک جوان اگر که یک توهین بشنوه سری بره یقه طرف رو بگیره بخواد واکنش نشون بده. و این پیری و این فرتوت شدن رو ما در کل ساختار کشورمون داریم میبینیم. حالا مثالش در قضیه افغانستان میشه همینی که الان وجود داره. ببینید آقای جعفریان، من نام نمیبرم اما شما میشناسید، خانم دکتر هم میشناسن، متوجه میشین چه کسی رو میگم. یکی از محترمترین اعضای گروه ما که گروه که نبودیم، یعنی همسفرانی که در تاجیکستان اومدیم، وقتی که به ایران اومد توسط دانشگاه خودش تهدید شد که باید در مورد افغانستان کمتر کار کنه و توسط یک نهاد امنیتی ساعتها بازجویی شد. تو چرا به افغانستان توجه میکنی؟ تو ماجرا چیه؟ شما میدونید من دارم چه کسی رو میگم. یک خانم دانشگاهی رو ساعتها بازجویی بکنن برای اینکه بگه چرا شما به افغانستان توجه میکنی؟ افغانستان چی داره؟ داری از کی پول میگیری که به افغانستان داری توجه میکنی؟ به ماجرای زنان میپردازی؟ به ماجرای مردم میپردازی؟ بعد ایشون هر چقدر که برگشته به طرف اون اطرافیان که شجاعانه این خانم رو سه نفری دوره کرده بودن و سوال پیشش کرده بودن، میگه آقا اینا همزبان ما هستن، اینا هم منطقه ما هستن، هم کیش ما هستن، ما با هزاره ها همزبان هستیم، هم آیین هستیم، با حتی پشتون ها ما ریشه های مشترک داریم، با دیگران هم همینطور. اما تحت فشار قرار گرفته بودن. واقعیت این هست که ما جون به لب شدیم وقتی که اون برنامه در واقع شب هرات برگزار شد. نه به طالبان انتقادی بود، نه به سیاست خارجی. آقا ما در مورد این که توجه مردم خودمون رو جلب بکنیم به این که ما یک ایران فرهنگی داریم، باید مؤاخذه بشیم. علتش همین است که دوستان میخوان بزنن زیر فرش، نمیخوان بگن اتفاق مهمی داره در منطقه میفته، نمیخوان بگویند که ما باید غیرتمون بجنبه در مقابل تعرض به دختران افغانستانی، نمیخواهند بگویند که ما باید غیرتمون بجنبه در مقابل مسئله بستن آب و تشنه شدن مردم مظلوم سیستان و بلوچستان. جواب این لبهای تشنه رو چه کسی باید بده؟
هیچ کس، کسی گردن نمیگیره. ما با یک آقای جعفریان، ما با یک ترکیبی از پخمگی و بیغیرتی مواجهیم. من صریح خدمت شما میگم دیگه، هم من هم شما، اگر نه به اندازه عزیزان که سابقه جهاد دارن، به اندازه خودمون برادریمون رو ثابت کردیم. شما اگر که میخواید انتقاد بکنید، پاسخ دوستان چیه؟ پرونده سازی میکنن برات، نمیان جواب استدلالت رو بدن. از این دوستی که این تحت این فشار امنیتی قرار گرفته، انصافا شما نجیبتر، شریفتر، دانشمندتر در بین دانشگاهیان ما تو این منطقه میشناسید. چرا باید اینطوری باش برخورد بشه؟ چرا برای برنامه شب هرات باید اینطور بشه که آدم بره تعهد بده که بار آخرم دارم این کارها رو میکنم؟ میگه چی بوده جز شعر خوندن و رونمایی کردن از کتاب؟ دوستان چون خودشون چنین ماجرایی ندارن، به انواع و اقسام مصوبات متوسل میشن. حالا دکتر کریمی، چند بار تا حالا ما از عالی ترین مقامات مراجع امنیتی و سیاست گذاری کشور عرشبتی مصوبه اومده برای شرق که این حوزه ها روش نپردازید؟ بسیار زیاد. برای خب، هر اتفاقی بلافاصله یک بیانیه میدن و میگن که نبینید، اسمی از افغانستان نیاد، چالش رو جدی نکنید و و و. ببینید خانم دکتر کریمی، هر چقدر هم بگیم تحصیل کرده هستن، به عنوان یک خانم ایرانی، به عنوان یک روشنفکر ایرانی، غیرت می‌ورزن به خواهران افغانستانی خودشون. دیگه این عرض کردم، کم از دختران فلسطینی که نیستن که، ما اونها رو اهمیت میدیم، اینها هم هم منطقه ما هستن، هم زبان ما هستن و این حرفا. اما خانم دکتر کریمی، شما من آخرش آدمیم دیگه. بعد وقتی مقاومت می‌کنی، طرف شک می‌کنه، میگه برای چی مقاومت می‌کنی؟ پس لابد از کسی پول گرفتی. حالا برو پرونده سازی کن، حالا برو این کار رو بکن، اون کار رو بکن. ما امروز عرشبت که مشکل عزیزان مخالفت با طالب نیست که جلوشو میگیرن، مخالفت با سیاست غلط خودشونه. و همین جهت چون اینو حاضر نیستن عوض بکنن، شدن موافق طالب. و به نظر من این اوضاع بدتر و بدتر و بدتر هم خواهد شد. یعنی این فشارها حتما بیشتر خواهد شد. اینقدر اتفاق در داخل کشور ما داره میفته و تو منطقه داره میفته که افغانستان ارزش خبرش رو از دست داده. آقا مظلومیت مردم افغانستان کم نشده ها، سر جاش هست، اما زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. اینقدر اتفاق داره تو کشور ما میفته که متاسفانه پرونده افغانستان رفته پایین پایین. و مگر اینکه خدا کاری بکنه که این مردم مظلوم و این مردم همدیشه با ما عنایتی بهشون بشه. من واقعا دست جریان‌های مشکوک رو تو قضیه افغانستانی ستیزی در ایران میبینم که جریانی ایجاد بکنن که شما بگید افغانستانی برای ایرانی تهدیده. خب برو مسئله تو توی کشور خودت حل بکن. حالا یه بخشی از این ماجرا خب درسته دیگه، بالاخره ما نونمون همین قدرم هم بزرگ نیست، باید تقسیم بشه. اما این ماجرا تقصیر کیه؟ تقصیر طالبه که اینها آواره شدن، تعداد زیادشون اومدن ایران. تا زمانی که طالب باشه مهاجم مهاجرت هست، تا زمانی که طالب باشه انگیزه این که طرف به خاطر دخترش بیاد تحصیلات بکنه بیاد ایران وجود داره، تا زمانی که طالب باشه تهدید امنیتی در مردم خودمون. آقا مردم سیستان وقتی آب نداره، کشاورزی نداره، جز اینکه قاچاق سوخت بکنه، از کجا نون بیاره به بچهش بده؟ استاد، تفاوت حوزه افغانستان با این مواردی که شما فرمودید در اینه که در مورد افغانستان اگر شما بگید، مثل اون دوست مشترکمون میبرن، حتی چیز عادی بگید سینجونتون کنید و این عجیبه. در این موارد دیگه نه، خب بقیه هم دارن میگن، اعتراض میکنن چرا در مورد جزای سیدانه این دروش شده. چرا فرقش اینه که در روز افغانستان عرض کردم یه جور حمایت از اون متجاوز هم هست، این دیگه تکاندهنده است. خب دیگه اینجا دوستان خیلی بعدشون هم ظاهرن نیومده، کمی افغانستان متفاوته، این رو میپذیرم من.
اما واقعیت اینه که اون دیپلماسی استیصالی که گفتم پیرو صحبت آقای دکتر واقعا تو همه حوزه ها وجود داره. همین الان سوال پرسیدن در رابطه با میدان آرش، میدان گازی آرش، واکنش منفی به وزارت امور خارجه رو داره و میگن که مسئله رو ما داریم به صورت خصوصی پیگیری میکنیم و ترجیح میدیم اطلاع رسانی نکنیم. جواب آقای کنعانی تو تمام نشست‌های اخیر. بنابراین داستان سردرگمی دیپلماسی ما سر دراز داره که افغانستان یه بخشی از اونه. اگر به چشم میاد به دلیل اینه که شما فرمودین چرا حمایت میکنن از متجاوز، ما تو جنگ روسیه و اوکراین هم سمت روسیه بوده دولت ما، پس خیلی نمیتونیم بگیم عجیب غریب موضع‌گیری حاکمیت. اشتباه تاکتیکی داره در انتخاب کردن مواضع خودش یا محاسبات دیگری. در اونجا اگر ما سمت متجاوز هستیم، متجاوز به کشور دیگر هم. اینجا طالب در واقع متجاوز به خود ما هم. این که بله درسته، ولی نگاه ایران، اون قسمت اول عرایزم توضیح دادم که ایران از اینکه آمریکا رفته خیلی خوشحال بود و فکر میکرد که شیطان بزرگ حذف شده، حالا این افرادگرایی رو میتونه کنترل کنه. محاسباتش اشتباه از آب در اومده، نمیتونه اصلاحش کنه، نه راه فراری داره. و این برمیگرده به اون دوباره صحبت آقای دکتر که شاید بگیم پخمگی سیاسی، نمیتونن راهکار پیدا کنن. شاید توی رو دعواسی گیر کردن آقای جعفری، یعنی بعضی وقتا من فکر میکنم شاید رو دعواسی گیر کردن، نمیدونن چه کار کنن، چون مواضع آقای کاظمی قمی یه خورده متفاوته از حتی وزارت خارجه، گاهی معقول‌تره باشون که صحبت میشه، نگاهشون نگاه بهتری هست، آسیب شناسی دقیق تری دارن، ولی خب ایشون یه نفرن و یک بخش تندروی هم در داخل داریم که اجازه نمیدن تصمیمات معقول اصولا حتی بیان شه، اگر بیان میشه که اصلا به نتیجه گیری نمیرسه.